خب آقا سلام، چه خبر؟ خوش اومدین کانال برونات. آره امروز اومدیم با آهنگ دیوونه دو از رضا پیشرو گوش بدیم. خب حالا قبل اینکه بریم سراغ موضوع اصلی، آره. موضوع اصلی دیگه واسهتون توضیح بدم، یه اطلاعی داریم، اناونسمنتی واسه برای بچه گروه برونات. آقا ما اگه یادت باشه ویدیو چند وقت پیش ساختم اینجا میذارم، اسمش بود آینده چنل برونات، توش توضیح دادم چه موضوعات دیگه میخوایم در موردش توی چنل برونات داشته باشیم، ولی هر جوری بالا پایینش کردم. خب گفتم چنل نمیشه، آره چون بچه‌ها دنبال رپ ان شاء الله مثلا دنبال اون قضیه ها نباشن، واسه همین گفتم آقا ما چنل جدید دادیم به نام برونات التیمت. خب اینو داشتیم، حالا میتونید لینکش رو پایین میذارم، تو دیسکریپشن هستش بچه‌ها، میتونید روش کلیک بکنید برید اونجا سابسکرایب، برید اونجا سابسکرایب بکنید. موضوعات متفاوت خب اونجا گذاشته میشه، چیزای خیلی باحال، همه حرفایی که زدم میتونید اون ویدیو حالا بریم ببینین. خب اونجا که توضیح دادم اتفاقات خیلی جالبی قرار میفته، پس یاد نره اونجا ما رو فالو کنین. تو اینستاگرامش هم که اینجا میذاریم، خب بعد تو لینکش هم دوباره توی همون چنل، یعنی تو دیسکریپشن گذاشتیم، اونجا هم بریم فالو بکنین، اونجا هم لینکش هستش که اخبار اینا رو میذاریم. بعد یه چیزی میگم، نظر سنجی در مورد موضوعات مختلف، در مورد چالنجایی که میخوایم بذاریم، متفاوت بشه ویدیوهای همه مدله تو اون چنل قرار میذاریم. آره دقیقاً، مثلا چالنجا و این جور چیزا هستش، پادکست هم هستش و این حرفا، اونجا موضوعات و اینا رو اونجا نظر سنجی میکنیم. خب و اینجور صحبت ها، خب خیلی چیز باحالی، پس این اونجا حتما ما رو فالو کنین، چنل جدیدم سابسکرایب کنین، برونات التیمت. حله آقا بریم، حالا بریم سراغ پیشرو خودمون. خب آقا پیشرو اومده چی گفته؟ بله یه ترک فوق العاده حرفه‌ای دیگه که بچه‌ها خیلی پیشنهادش کردن و اصلا از اون قدیما و همیشه مثلا جزء ترک‌های تاپ پیشرو مثلا حساب میشه، اینطوری که ما اطلاع بهمون داده شده و امروز داریم گوشش میدیم ببینیم که قضیه از چه قراره. پس بچه‌ها نظرتون رو بنویسید حتما تو کامنت واسمون، همینجا همین الان برید سایت لایک بکنید اول ویدیو رو، بعدم سابسکرایب بزنید با زنگوله دکمه اشتراک، به اضافه اینکه چیکار باید دیگه بکنن؟ برن تو اینستاگرام برونات، اینستاگرام برونات اونجا ما رو فالو کنین. مصاحبات رپی به زودی زود که اصلا نمیتونین باورش بکنین شروع داره میشه. خب پس اونجا هم باشین واسه مصاحبات رپی و ادامه استوری قرار گرفته باشید که سابسکرایب کنید. آره اینم از این، به اضافه اینکه آقا لایک اینا رو گفتین دیگه، برای دوستاتون شیر کنید ویدیو رو، این خیلی مهمه. بس آقا بریم سراغ خود قضیه اصلی. برو 1 2 3 برو. میدونی ترس مثل آتیش، اگه کنترلش نکنی میسوزونت، آره میسوزونت. باید مثلا من تا اونجا که اطلاع پیدا کردم، خب این یه جورایی موضوعش در مورد همون مشکلات حالا که با اعتیاد و فاز انگیزشی داد اولش یه جور، آره دیگه مثلا میخواد فکر کنم بعد از قضیه ترک اعتیاد و این صحبت هست، بعد اون قضیه هست داره میاد صحبت میکنه. من یه دونه اسلحه میخوام، باید با دنیا تصفیه کنم، باید برگردم به اصلی خودم، باید بکشم مارای زنگی دورمو، بعدم میاد از تصویر خودم، از مسیر شدن، از دستگیر شدن، از تصفیه شدن، از برچیده شدن، از سنگیده شدن، از قصیر شدن. چه قافیه داری؟ از دستگیر شدن، از نم مست شدن، همچی چیز خب یعنی دستگیر شدن، نه گفت دستگیر شدن یا دستگیره شدن. خب آه. اگه دستگیر باشه که حالا مثلا شاید مثلا کاری که می‌کرده حالا هرچی بوده دستگیر می‌شده می‌رفت زندان، خب بگوشم مارای زنگی دورمو، اینم خیلی مهم، یعنی آدمایی که مثلا دورم تاکسیکن خب میخوام فاصله بگیرم، یا اگه هم بگه دستگیره شدم خب یه جوری یعنی یه چیزی که مثلا مردم استفاده بکنن. خب همین چیزا چک کنیم. آره همون از دستگیره شدن بودش. خب بعد میاد بگم اون خود اصلی خودم، خب و اینکه کار اصلی شروع کنم دیگه. خلاصه دیگه نمیخوام نادون باشم، دوست دارم تو بارون پاشم، کیا دنیای آروم دارن، کیا مثل من تو آروم دارن، کیا مثل من آشوب دارن، کدوم احمقای چارچوب دارن، کیا مثل من خواب دوست دارن، کیا مثل من کابوس دارن، کیا دلهای رنگی دارن اما واسه بقیه مثل تفسیگارن. بایستا خیلی خوشگله. خب من با تمش خیلی دارم حال میکنم، میگه کیا مثل من، خب اون حالا اشتیاق مثلا خیلی اون کاری که میخوام بکنم دارن، مشکلات هم زمانش دارن. آره دو تاشو گفت کیا مثل من، مثلا امید و مثلا انگیزه و اینا دارن. خب تمش اونم دقیقاً کلمه‌ای که میگن کیا مثل من، حالا مثلا از این چیزی هم که خسته، این چیز مشکلی که میدارن خستن و مثلا خستن. آره مثلا تو این چیزا گیر کردن مقدار خیلی حرفه‌ای. کیا دل‌های سنگی دارن، کیا دل‌های رنگی دارن اما واسه بقیه مثل تفسیر دارن، کیا دل‌های سنگی دارن، کیا با خدا موندن و نشی دارن، کیا حالت منگی دارن، کدوم احمق و دل تنگی دارن، کیا مثل من میمارن توی در دیوارن، مثل مرد میمارن، کیا مثل من مثل مرد میبازن، کیا تو در دیوارن. خب کیا اونجاش خیلی خوشم میاد که کیا دلای رنگی دارن، خب ولی واسه بقیه مثل تحسیگارن. بحث همون دستیره که اول گفتم، خب با استفاده مثلا واسه مردم هیچ نیستن، خب حالا اون دستیره استفاده کردن بودیم بیشتر سمت چیزه، ولی دلشون رنگیه، آره. یعنی آدمای خوبی ان خب، ولی مردم خیلی بد باشون رفتار میکنن.
واسه اصلا هیچ دیدم اصلا. خب آره دیدی اون صدای زیرشم جالب بود. میخواستم بگم الان اگه اینجوری حساب کنیم تم آهنگ شبیه تم آهنگ نارافرید امینمه، درسته؟ چون اونم دقیقاً بعد از اجراش اینا اومد خوندش نارافرید، اومد مثلا حالت انگیزشی یه جورایی داشتش، اینم دقیقاً همچین حالتی داره. میگه که اون شرط داره توضیح میده، میگه هر کی مثلا اینه. خب فکر حالا من بعدش میخوام بگم، ولی تو اون آهنگ میگفت بیا مثلا با هم مثلا درستش میکنیم. خب اینم شاید همین حرفو بخواد بزنه. اسمی کنم دریای حرفم وقتی رو برون پس فردای بدتر رفتم روی برفای جنگل دراز کشیدم چون درد داره قلبم رفتم روی برفای جنگل گفت میگه حس میکنم دریای حرفم وقتی روبروم هست فردای بدتر. خب یعنی مثلا یه جوری انگیزه ندارم واسه مثلا آینده. خب حرفا فردا باز بدتر از امروز بوده. همین رفتم روی برفای جنگل دراز کشیدم چون درد داره قلبم. خب یه حال فکر میکنم حالت پرادوکس داشته باشه، چون نکن معمولا تو جنگل من اینکه جنگلای چیز باشه اون تونوکیا هستش. خب والا اونا باشه. خب مثلا اون جنگلای مثلا کاجوینا میشه. آره همون میگم مگه اونا باشه که مثلا برف داشته، ولی جنگل معمولی برف توش نیستش. به هر حال چیز خوشگلیه. فهمیدم من ارباب جنگم، دنیا مرده مثل ترسای قبلن، بذار بمیرم و افسانه ترشم به تو همه بفهمن درد داره دردم. من از خودم احترام میخوام، هنوز دارم به اشتباه نیاز، رفتار من مثل جانی هاست، دنیا زشت من دل به بازی هاش بستم، با من بازی کن بدبخت، با من آشتی کن در بند. من میگه من به من خدای نمیتونم بگم، میگه من دل بستم خب به بازی های این دنیا. خب یعنی به این مثلا بازی با من داره، با من دنیا بازی میکنه و منم دل بستم به اینا. میگه با من بازی کن بدبخت، خب به دنیا داره میگه. خب خیلی خیلی خوشگله مثلا این حرفی که داره میزنه مثلا با جهان و این ساعتا، خیلی چیز قشنگه. خب مثلا به چالش داره میکشه، مثلا میگه بیا من بازی کن دهنتی. خب چیز خیلی خوشگله، درسته؟ به بازی هاش بستم، با من بازی کن بدبخت، با من آشتی کن در بند. منم گاهی خوشخندم، نباید داشتم چون توش کردم، پشت کردن منو سخت کردن چون تیغ دادم هر کس، امید ساختم هر کس، کلی داشتم مقصد، گفتی خوب شو شدم، دوید بازم مقصد، ای رفتم رفتم رفتم. نگاه رسید یا نرسید؟ آره میگه هی رفتم ادامه دادم، امید ساختم از چی؟ از کرکس. خب کرکس که نماد ناامیدی و مرگه. خب چیزی که داره میمیره کرکس به توش میچرخه، یعنی داره تمام شده، امیدی واسه توش نر مردی. خب از اون امید ساختم و ادامه دادم، دویدم واسه نری. بعد میگفت بیا با من مثلا چیز کن، منم مثلا بعضی وقتا خنده های قشنگی دارم. خب خیلی سی خوشگله، بعد فاز باشاش بگیری، بعد فاز انگیزشی زیبا. دوید بازم مقصد، ای رفتم رفتم رفتم. این دیوونه عشق داشت ولی شد فیک کار. آره میگه این دیوونه عشق داشت، این دیوونه عشق داشت، این دیوونه حس داشت اما شد شیطان. اینجوری هنوز شیطان نگفت اینجا، ولی اینجا نوشته این دیوونه حس داشت اما شده شیطان. خب حال بکنی این دیوونه پیک داشت باز بریز بکن عشق باش. خب همون حرفی میگی به منم بعضی وقت حال کنم، من بعضی وقت خنده‌های خوشگل دارم. پشت هم گناه میکنم، مردم منو دعا میکنن، هر روز از من سوال میکنن، سر حرفم قمار میکنن. اونا من رو نمیشناسن، منو قبلا نمیخواستن، بیا با هم بشیم آهن جای این که بدیم شهرک. وایس مثلا بیا با هم بشیم آهن جای این بدیم شهرک. خب یعنی آدم قوی بشیم، یعنی که بیایم اینقدر بیچ مثلا، یعنی بدون چی بهش میگن، حالت کسی که مثلا جرئت نداره. خب وقتی باید سختی خوشو میکشه. خب ولی میگه رو اسم من قمار میکنه، یاد اون موقع چیز نبود، اون سایز شردنی نبود، ولی یاد این سایز شردنی گفتم که مثلا حکیم یاد سایز پیش مثلا تبلیغ میکنه، بعد میان آقا چون اسپیس منه شما من اعتماد کنید بیاید شردنی کنید، گفتم ولی خب به اون موقع که نمیخواد اصلا ربطی اون نداره، ولی کلا بعد اینو نکن. میگه سر حرفام قمار میکنم،
اونا منو نمیشناسن، منو قبلا نمیخواستن. خب این آدمایی که الان روی حرف من قمار میکنن، خب فکر نکن اینا مثلا یعنی منو خیلی قبول دارن. خب منظورش اینه، خب این آدمایی که فکر میکنن الان منو خیلی قبول دارن، فکر نکن که مثلا منو میشناسن. اصلا من اون موقع تازه قبلا من نمیخواستم، الان که خوب شد مثلا فکر میکنم ما خوب شدیم مثلا میان دنبالمون این حرفا. من امیدم به این چال است، موزش معلومه بریم تاتش. ببین مادر من دیوونم، بشین بازم برام دعا کن و بریز باز عشق. فقط به من بدین کاغذ، بر نمیگردم بشین پادر. از گشتن دنبال من هر روز بگیر پادر. درمونی نیست به این بازر، شیطان توی کلیسام هست. اونی نیستم که میشناختن، از من بکش بیرون بشین پاهر. روی دستم یه شیر دارم که هنو قدرت میده به این باور، فرصت میده به این لاغر. من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت. من دوهای سفید هم سیاه کم داشت. خب دوهای سفید هم سیاه کم داشت. جالبه که توی کلیسا هم شیطان هست. 100% تو همه جا شیطان هستش. خب چیزی جالبه دیگه اشاره نداره به مثلا از این یعنی تمش چی فرم میکنه، ولی باز اگه بخوای ربطش بدیم چه ربطش ها بزن به این ایلومیناتی؟ نه به اینسان کشیشا که مثلا به عنوان مثلا آدم خوبن تو کلیسا، ولی خب بعد مثلا میان بچه باز و اینجور چیزا هستن. آره چیزای خیلی جالبی اینجا گفت. خب اولش شما گفتش که مثلا بشین پای در. خب ولی مثلا من دیگه بر نمیگردم، درسته؟ گفت من بر نمیگردم بشین پادر. گشتن دنبال من هر روز بگی پادر، یعنی هر چقدر بگید دنبال من، من دیگه تو این راهی که مثلا قبلا بودم نمیام. همین چه حالتی فکر منظورش باشه. ولی اینجا جالب تر اینجا چی میگه؟ میگه که از من بکش بیرون بشین پای حرف. خب دنبال شخص نباش، دنبال حرف باش. خب یعنی ببین حرفه توش چیه، آره ته حرف چیه. بعد روی دستم یه شیر دارم که هنوز قدرت میده به این باور، احتمالاً تتوماتو داره، نمیدونم حالا منظورش چیه. روی دستم یه شیر دارم، فرصت میده به این لاغر. من دنیای سفید آخرم از سیاه و نم کم داشتم چیزی. فرصت میده به این لاغر، من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت. میام الان من دنیای سفید ساختم و سیاه کم داشت. میخوام فریاد حتی اگر اون بیاد دریا، میخونم واسه نیازمنداش، میمونم توی ایران سرباز با ریاضت. اینجا که یه صدا الان نیا خوندم نمیشه رضا. خب اون صدا اون دیگه احتمال میکنم شیطانه که داره صداش میزنه، میگه رضا بیا فلان این حرفا. میگه ببین درسته بشین پای در، من حالا وایس تا من بیام انقدر دور من دنبال من بگرد تا پات درد بگیره. هم چیزی روی دستم شیدم من. اینجا خیلی بوده، اینجا فهمیدم میگم من دنیا سفید تا هم سیاه کم داشت. خب این تو دنیا مثلا سیاه کم داشت، هم چیزی نمیدونم حالا. به هر حال بریم چیزی دنبال ادامش. اگه دنبال منو حرفا میگیزه خیلی باید هنوز دنبالم بگرد. خیلی همیشه موده من خوب نیست. میخوام یه چیزی رو بگم. دقیقاً حرف قدی بود. حالا نمام بیشتر بخوام مخاطب این دفعه. خب میگه اگه دنبال منو حرفا میگیزه باید خیلی دنبالم باشی. یعنی مثلا یه حرف به نظرم منظورش این که حرفایی که من میزنم، خب من مثلا باش یه چیزی میخوام بهتون برسونم. خب پس حواستون باید جمع شه، باید بیشتر بهش فکر بکنی، حالا بیشتر دنبالش باشی، سطحی نگر نباشی. آره همچین فکر میکنم ازش. حالا اگه منظور دیگه هم داره که شما به نظرتون منظور دیگه داره بنویسید دیگه. وقتی بارون میاد همه پرنده ها دنبال سرپناهن، اما آقا بالاتر از ابرا پرواز میکنه. اینو همیشه یادت باشه، من اون جوجه فنچای سر جاتون نیستم که رو درختم. همیشه یادت باشه. ببین عقاب بالاتر از ابرا چیز میکنه. خب ولی من چی چیز دیگه شنیدم این متنو کلا. آخه این متن معروفی که آره حرف معروفی. خب که بالاتر از ابرا پرواز میکنه، من جوجه فنچای در خونتون نیستم سر کوچه. خیلی دنبالم میگردی. آره این به این راحتی منو پیدا نمیکنی، من خیلی گنده تر این استفاتم. راستم میگه پیشو واقعا قابل مقایسه با خیلی ها نیستش. این گول لعنتی همه جا دنبالمه، چون تو خودمه، خواب بیداری تو خسته، هر جا میرم هست. اگه بکشمش دیگه خودم نیستم. خب آره نگفت حالا نمیم چی میخوام، ولی من معمولا اینجوری میگه. یادم یه آهنگ تازه هم چیزی بود، میگه اون سیاه یا سفید یا جفتش باید باشه توی مثلا بدن آدم. خب یا آهنگ دیگه شنیدم هم چی حرفای شنیدم، میگه این قوله رو خب تو خودمه، نمیتونم ازش خیلی چیز واسه بگم. چون چرا؟ چون تو خودمه. خب و اگر بکشمش، اگر بکشمش میگرد های حالیه. زیبا هم آهنگش خیلی به چیزش میاد، یعنی اون موزیکش خب آره. به تم خیلی زیبا میومد.
اینکه اگر بکشن من آخر اون دکلمه حالت دکلمه آخرش هم خیلی حال کردم نداده چی بود؟ کلن سبکش با هر آهنگی تالا شنیدی از پیشو خیلی فرق میکرد. آره. یه ذره شبیه چیز بود سور اسرافیل بود یه جوره. آره. پرد خونه سورسته؟ نه هولوکاست خیلی تون بود. خب بیشتر شبیه سور اسرافیل به نظرم بودش. کلانه باید بود برنامه متفاوت بود هم از نظر موضوعی هم از نظر نحوه خوندنش کلا انگیزشی زیبایی بود من خیلی حال کردم من که مثلا پیشرو دوست دارم وقتی مثلا میشم چیزای انگیزشی هم میخونه خب حال میکنم حالا ای کاش میدونستم مثلا دقیقاً تو اون زمان مثلا تو چه وضعیتی بود اگه شما میدونید که مثلا اطلاعات اضافی بدین تو کامنت ها فهم میکرد موضوع شده شما آره. مثلا بریم ببینیم ولی فکر میکنم بیشتر جاشو گرفتیم دمتون هم گرم بچه‌ها که ویدیو تا اینجا دیدین امیدوارم خوش اومده باشه اگه خوش اومد حتما لایک بزنید حالش رو ببرید سابسکرایب هم آره بزنید که ویدیو جدید واسهتون بیاد بعد کانال برونات التیمت هم که تو دیسکریپشن هستش اونجا هم حتما برید تو اینستاگرام خودمون برونات خب اونجا سابسکرایب کنید فالو کنید آره برو دو تا خط پایینی نات خب این چیز خودمونه بعد یه دیگه هستش برونات التیمت سر هم میذاریش اونجا واسهت میارتش خب اونم برید فالو بکنید که اتفاق جدید اونجا خرج داشته باشین در مورد چنل جدید داره آره در مورد چنل جدید به هر حال ویدیو هم واسهتون شیر بکنید تا ویدیو بعدی فعلا.